با درود امیدوارم که حالتون خوب باشه در مورد ایران 2025 یعنی ایران در سال 2025 ما تقریبا سه 4 سال پیش صحبت کردیم ولی خب خیلی از دوستان جدیدا به مجموع ما پیوستن و تمام مطالب رو مرور نکردن در اینجا لازم دونستم که یک سری از مطالب رو که برصورت بیس، فرایندهایی هستش که ما توضیح میدیم و بر صورت تحلیل هامون نسبت به اون شکل گرفته رو خدمت شما دوستان ارائه بدیم در سال 2015 تقریبا نوامبر 2015 مجله تایمز یک مقاله ای رو نوشت تحت عنوان ایران 2025 و در این مقاله توضیح داد که چگونه جامعه ای ایرانی تا سال 2025 تغییر میکنه حالا اگر این مقاله رو دوست داشتین خودتون هم میتونید مطالعه کنید ولی خب با این به این موضوع توجه کنید که زمانی که این مقاله نوشته شد تقریبا 6 ماه بعد از اون بودش که برجام امضا شد ما در مباحث قبلیمون گفتیم که برجام صرفا مذاکره برای برنامه اتمی ایران نبود برجام برای مذاکره آینده ایران بر صورت بعد از خامنه ای بود یعنی طبق حالا تحلیل هایی که خیلی از کارشناسا داشتن و برشاد ما هم خودمون به دنبالش بودیم علی خامنه ای بین سالهای 94 تا 96 برصورت بعد از اون عمل پروستاتی که داشت یا برصورت مرده یا وضعیتش به گونه ای هستش که توان کنترل رو نداره و برصورت علی خامنه ای که در سال 88 گریه میکرد از ضعف با علی خامنه ای که امروز وقیهانه در مورد خیلی از مسائل صحبت میکنه فرق داره حالا کاری به این موضوع ندارم برجام اسم رمز این مذاکرات بود و در چندین لایه مختلف امضا شد و یک سری ساین ها و یک سری اعداد و ارقام از این مذاکرات بیرون درس کرد که حاوی اطلاعات مهمی هست در مجله تایمز به این اشاره شده بودش که طی ده سال آینده ایران اگر دوباره ما مجله رو نگاه بکنیم که اشارش هم به مسئله هجاب و روسری هست و در اینجا اشاره میکنه که نوع پوشش مردم ایران تا سال 2025 تغییر و تحول در اتفاق خواهد افتاد و نوع پوشش و فرهنگ مردم و نسل جوان یا همون نسل زد فرق خواهد کرد اینو گفتم اگر دوست داشتین خودتون میتونیم مقاله رو مطالعه کنید پس ما به این تحلیل رسیدیم که بعد اومدیم آمار و ارقام رو کنار هم گذاشتیم زمانی که برجام امضا شده بود دو سال بود از ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته بود و تقریبا سال 94 بود در سه فرایند در تا سال 20 برای محال مقوله فرهنگی و برصورت پایه و اساس مسائل داخلی ایران برنامه شده بود یک فرایند 8 ساله بعد 10 ساله و بعد 15 ساله و بعد از اون هم بعد از سال 20 وارد یک فاز دیگه می شد که اینجا نمیخوام در مورد اون صحبت کنم در برجام اعلام شده بود که در بندهای غروب برجام بعد از 8 سال یعنی امسالی که هستیم 1402 یعنی از سال 1394 حساب کنید در سال 1402 یک سری از تحریم ها برداشته میشه مثل موشکی در ده سال یعنی در سال 1404 به این اعداد رو دقت کنید که بعدا توضیح میدم متوجهشین محدودیت های به حال هستهی واردات محصول و واردات و تحریم, تحریم های هستهی برداشته میشه و در 15 سال که در سال 2030 هست قرار بود در داخل ایران تمام محدودیت های برداشته بشه و بعدا هم که می رفتیم به سال مثلا 2035 و 2045 قرار بود که نظارت آژانس برطرف بشه این بازی ادامه پیدا کرده بود یعنی اگر شما حسابش بکنید تا سال 1402 باید بیس اصلی تغییرات فرهنگی در داخل ایران شکل می گرفت و در سال 1404 که دو سال مونده باید این وضعیت هجاب و نوع پوشش در برشان الگوریتمی که برای ایران ریختن تغییر و تحولی درش صورت میگیره اگر به روند انتخاباتی نگاه بکنیم سال 96 حسن روحانی مجددا انتخاب شد و اگر به هر دلیلی کلینتون برنده انتخابات انتخابات سال 2020 2016 می بود و ترامپ از صندوق آرا بیرون نمی اومد و از برجام خارج نمی شد وضعیت ایران همونطور که در دوره اول حسن روحانی تورم تکرقمی شده بود قیمت ارز در به حال تقریبا 6 سال در بین 3000 تا 3500 تومن ثابت مونده بود و برشتاد خیلی از شرکت های خارجی حتی مثل مکدونالد هم قرار بود وارد ایران بشن و شرایط به گونه پیش می رفت که در سال 1400 یک شخصی مثل جواد ظریف که بعد از برجام محبوبیت بیشتر شده بود رئیس جمهور می شد و در سال تا سال 1408 یعنی شما نگاه بکنید 1394 چنین اتفاقی رخ داد و در تا سال 1408 تغییر و تحولات بنیانی به واسطه روی کار آمدن دولت محبوب ظریف و با 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 وضعیت و ثباتی که در اقتصاد ایران شکل گرفته بود باعث می شد که این تغییرات به آرامی و بدور از خشونت در داخل ایران انجام بشه و در سال 2030 عملا جامعه ایران از هجاب اجباری عبور کنه یک سری از برصورت رسوم و سنت های قدیمی رو کنار میگذاره و عملا جمهوری اسلامی تبدیل میشد به یک جمهوری سکولار این در بخش فرهنگی شد حالا ما کاری به مباحث سیاسی نداریم این واقعیتی بودش که طی تحلیلی که از مجله تایم میشد به دست آورد که در اون زمان هم ما تقریبا سال 2016-2017 در این مورد صحبت کردیم در تا سال 2030 وضعیت ایران دگرگون می شد ولی دیدیم که ترامپ اومد بازی رو به هم زد ولی نقشه اصلی رو به واسطه نظام سلطه جهانی می بایست جلو بره برای همین دیدیم که در سال 1401 یعنی یک سال مونده به اون فرایند و اون الگوریتمی که قرار در داخل ایران پیاده سازی بشه برای عبور از به نوع نگرش اکثریت جامعه نسبت به هجاب و مسائل سنتی این باید یک فرایند جلو می رفت و دیدیم که در سال 1400 و در تابستان 1401 که ما منتظرش بودیم که گفتیم که همیشه یعنی 7 ما قبلش تابستان داغ رو انتظار می کشیدیم جریان محسا امینی آن قدمی رو که میشد با برسوها کسی به عنوان جواد ظریف در عرصه ریاست جمهوری و حضب ارزشی های از دایره مدیریت بدون خشونت انجام داد در 1401 با خشونت دقیقا جلو رفت و این قربانیانی که میبینید قربانی همون پروژه ای هستند که در داخل ایران برنامه ریزه شده شما دقت کنید 1402 که 8 سال اول برجام بود یه انتخابات مجلس داریم در این انتخابات مجلس که اگر طبق روالی که برنامه ریزی شده بود باید دوباره اصلاح طلبان اکثریت مجلس رو در دست داشتن شما دقت کنید در زمانی که برجام امضا شد اکثریت مجلس دست اصلاح طلبان نبود دست اصولگرایانی بودش که نگاه بر صورت معتدلی داشتن علی لاریجانی و دار دستش اینها اصلاح طلب نبودن و عملا اصولگرا بودن ولی خب در دایره ای که امروز میبینیم پر از احمق ارزشی هست یکی مثل علی ریجانی یا حسن روحانی ازشون به عنوان اصلاح طلب یاد میکنن پس در مقوله اول دیگه 8 سال ما انتخابات مجلس رو داشتیم در سال 1444 بر صورت دهی برجام تو بندهای غروب 10 سال بود میشد انتخابات ریاست جمهوری رو داریم که <تصفح> گفتم دوباره احتمالا شخصی مثل ظریف برای دور دوم رئیس جمهور میشد و طی این فرایند تا سال 2030 خیلی از مقوله های اجتماعی عوض میشد ولی خب لابی مخالف که حالا یهودیان افراطی با روی کار اومدن ترامپ یک مقدار روش رو عوض کردن و بازی رو دگرگون کردن و دیدیم که این پروژه ها نهایتا انجام شد ولی با هزینه بیشتر برای مردم و بر صورت اتفاقاتی که طی این مدت رقم خورد یعنی از سال 96 که بر صورت ترامپ اومد و این جسارت رو به ارزشی های ولایی دادش که شورش رو از به حال از سال 96 شروع کنند و بر صورت بریزن تو خیابون از اون اتفاقات مشهد و بعد سناری های که به واسطه کمک ارزشی های ولایی که بر صورت نهات های امنیتی ایران رو مشغول اعتراضات کرده بودن خیلی از اسناد هسته ای از طریق آذربایجان به تلافی رفت و اون اسناد یک دلیلی شد که ترامپ اردی بهش ماه سال بعدش از برجام خارج شد و همینطور فشارها ادامه پیدا کرد حالا برشد هممون این وقایعی که رخ داد آبان 98 به حال 1401 رو تو ذهنمون داریم ولی اصل مطلب اینجاست که در ما در سال 1404 میبایست یک بند دیگر از این الگوریتمی رو که برای جامعه ایران ریختن رقم بخوره ولی اگر دوباره داریم میبینیم در داخل ایران های ولایی که برشا سر در آخر اسرائیل و افراتیون یهود دارن نگذارن سایه جنگ داره بیشتر میشه شما داریم میبینیم هر چقدر داریم به انتخابات مجلس نزدیک میشیم که بر صورت این دور اول فرایند هستش سایه جنگ داره بیشتر میشه و به این معادلات رو کنار هم بگذارید متوجه میشید که خیلی ها تلاش میکنن که این اتفاق نیفته و خیلی ها هم تلاش میکنن با زبان که به یا مذاکره یا اگر نشد به واسطه فشار این فرایندها ها رو در داخل ایران پیاده کنن برای همین شما دارید میبینید که انگلستان و امریکا به منطقه اومدم برای مقابله با حوسی ها و امروز هم همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم محتملا تا ساعت دیگر حمله برسان نیروهای امریکایی به مناطقی ممکنه در سوریه در عراق یا به احتمال کم در داخل ایران انجام بشه این یک فرایندی که باید جلو بره و هیچ کسی هم به نمیتواند جلوش رو بگیری یعنی ما باید در سال 1404 فاز دوم برنامه که برای برصورت جامعه ایرانی ریختن رو انجام بده یعنی اون سند بی سی. یعنی ما در سال 2016-2017 سند بی سی رو برای داخل ایران توجیح دادیم ولی خب اون زمان اکثرا فکر کردیم ما توهم توتعه داریم و 15 سال بعدی که سال 2030 هست جامعه ایران باید عبور کرده باشه که مثلا یه مقوله مثل همجنسگرایی باید عادی سازی شده باشه که به این مسائل دیگه به عنوان یک معضل اجتماعی برشا محسوب نشه و بعد از انقلاب 1401 دیدیم که چه تغییر و تحولاتی رخ داد و عملا اون هجاب ایرانی این هجاب مردم اکثریت ایران تا قبل از 1401 شاید به گونه دیگه بود ولی از 1401 قبه هجاب در داخل ایران شکست این چیزی که میشد به آرامی ازش عبور کرد و عملا دیگر جمهوری اسلامی توان مقابله با بد هجابی رو نداره شاید در ظاهر به خاطر حفظ این چند میلیون نفر طرفدار خودش در ظاهر حدود ده تا میلیونی که صورت به جمهوری اسلامی نزدیک هستن در رسانه ها صحبت کنیم ولی عملا مثل ماهواره مثل زمان زمانهای قدیم ویدیو پاسور اینها عملا اولش عبور کرده و این قانون هجاب صورت که در مجلس در قانون حجاب و افافی که در مجلس داره تصویر میشه یک پایانی هست به حجاب اجباری یعنی میان یه جریمه هایی رو میبندن که نهایتاً این جریمه ها رو هم به واسطه حالا داستان دیگه هستش که اینجا جاشنی صحبت کنم که در راستای استعمار نوین هست تلاش میکنن اجرا کنن